سلام، اینجا پلاک هفتاده. نورمون خوبه؟ نمیدونم چرا وقتی که اینقدر تردد هنوز توی شهر زیاده، همه اماکن عمومی پر از آدمه و همه سر کار و زندگیشونن، فقط تئاتر هست که بسته میشه. اون وقت خیلی از کارا مثل پینوکیو، مثل دیریبلند تعطیل میشن و جمعه به جمعه تازه خیلی بخوام به خودشون زحمت بدن، آخر شب یه پیامی منتشر میکنن که این هفته هم تئاتر تعطیله. یعنی یه بازیگر، یه کارگردان، یه نویسنده که همه درآمدش از تئاتره، دقیقا باید چجوری زندگیشو بگذرونه؟ برای تئاتر بودم که شما نمیومدین تئاتر ببینید، ولی سلام، اینجا پلاک هفتاده. من بهنامم. منم رضام. و اینجا اپیزود دوم پلاک هفتاده. چته؟ خب گرمه، نور هزینه داره، من دارم عرق میکنم. تعلق مبارک باشه. قرمه شو خواهش میکنم. چند سال؟ 27. قرمه سال هر سال به پای ما پیر بشه. چرا؟ چی میگم پس؟ به پای ما پیر بشه این ناموسی میگه. من تبدیگه عروسیه. آره سید، با ما ازدواج میکنن سید. قبلا بهش فکر کرده بودیم که باید خونه قوانین داشته باشه و خب هر کدوم یه سری مثلا خط قرمزا و یه سری ایده ها رو داده بودیم، ولی اینکه مدون باشه گذاشتیمش که بیاریم جلوی دوربین اتفاق بیفته. ما از تو صفحه اینستاگرام و توییترمون نوشتیم که ما بلازو با هم دیگه همخونه شدیم. اگر ببخش من اینو بندازم صدا داره تولید میکنه. بله، که ما همخونه شدیم الان دیگه و شماها اگر که همخونه داشتین آیا قوانین داشتین بین خودتون، یا یعنی اینکه اگر که همخونه باشید با کسی چه قوانینی دوست دارید که بینتون برقرار باشه و چیا میتونه که این زندگی سه نفره رو راحت تر کنه. و وقتی جواب رو دادین من خودم شخصا بیشتر ترغیب شدم به اینکه این جلوی دوربین اتفاق بیفته تا یکم ثبت شه و بعداً خیر بعضی رو بگیریم. به کسی خاصی اشاره نمی‌کنم. با منید؟ تموم. من اینجا مسئول ثبت و ضبط وقایعم. میزمون خیلی استیبل نیست. پرتکرارترین قانونی که گفتیم، ظرفا رو همون موقع بشورید. ما اونقدم پادگان نکردیم. آره مثلا، یعنی اینکه نوبتیه تقریبا. الان کی ظرفا رو بشوره؟ بیشترش که خب کلا کاراش بس خونه من میکنم. و خب یه جورایی من نقش مادر خونه رو دارم کم و بیش. اینجا علیرضا است و شما نمیبینیدش چون که نمیخواد الان توی خواب باشه. اینطوری هم که خب تو مثلا داری تدوین میکنی، عریضا داره آهنگ میسازه، خب من وقتم آزادتره توی طول روز و طول هفته. خب طول هفته؟ تو طول هفته زبونم گرفت. یا تو طول من وقتی آزادتری دارم، پس من ظرف رو میشونم و من موردی ندارم با این غذا. یا اینکه مثلا من غذای بهتر میتونم درست کنم، ترجیحم اینه که غذای خوشمزه تری بخوریم، غذای کامل تری بخوریم. و خب چون وقت بیشتری شما وقت ندارین مثلا غذا درست کنین، واقعا یا بیرونین زنه خونه شد اصلا تو فقط مادری. خب بخوب مثلا از قضیه ظرف کلن چیزه منقطع. قانون نداریم که کی بشوریم تو خونه. تو حالا سه بار شده که این که ظرفشویی پرشه به صورتی که اذیت کننده باشه، زود زود میشوریم دیگه. فکر کنم هر سه تامون یه ریز وسواس این جنسی داریم. یه وسواس منفعلانه ایه ولی خیلی فقط موقعیتشون میشیم. مثلا خواهر من
گفته که قانه یه دقیقه بزنید. حالا من خواهرم یه میزانی توی خونه خودمونم رعایت میکردیم. یه دقیقه یعنی چی؟ یعنی اینکه هر چیزی یه دقیقه بیشتر طول نکشه تا تصمیم بگیری بری انجامش بدی. تو شستن و غذا درست کردن و خرید کردن قانون رو دفتر درست کنین، جدولش هم بزنین رو در یخچال، مثلا جارو زدن کی باشه با کی باشه. رفاقت ها باطل میشه با همین چیزای کوچیک و همین دردسرای ریز. بعد مثلا مهمون بیاد یا نیاد اصلا اینا رو بگیم که ما دیگه. من یه چیزی فهمیدم جواب که من هیچ مهمونی از رفقام و اینامو تا حالا دعوت نکردم، یعنی نیومدم، گزارشون هم نخوردم، کلا با هیچ کی در ارتباط نیستم این مدت. یکی گفته اثر انگوش کسی نمونه این بر اون بر. زهری براش توضیح دادیم که اصلا اثر انگوش بخور تو سر من. یه دوستی داریم ما تو خونمون زیست میکنه. داریم شیمی میکنه. ما یه نوع مفهوم داریم تو خونه به نام رد پا. بعضی اوقات این اتفاق میفته که ما میریم یه جای یه وسیله میذاریم، مثلا کیفتو در میاری میذاری اینجا، مثلا شارژرتو میذاری، مثلا دلی تو پریز میذاری همونجا، دیگه در نمیاد دو روز حجاش. این رد میشه مثلا گرمت میشه پیانتو در میاری. مثلا داری میری مثلا دوباره گوشیتو میذاری، بعد میری مثلا تو آشپزخونه یه لیوان آب میخوری، مثلا میری چای داری میخوری یه دونه قند باش میخوری، مثلا بعد به قندار مثلا دو تا برمیداری یه دونهشو میخوری یه دونه میذاری اونجا، میری تو اتاق دمبلو برمیداری مثلا اینجا برداشتی، مثلا یکیشو میذاری رو تخت یکیشو میذاری پایین، میای تو اتاق میبینی همه چیز جای خودشه، تو هم با هیچ وسیله کار نداری و داری میری بیرون اینجوری میکنی که انگار باید یه چیزی رو بذارم، گوشیشو میذاره میره بیرون و میگه گوشیمو کار دارم، میره تو گوشی رو برمیداره میاد. من بهش میگم قلم رو میخواد قلم رو مشخص کنه از خودش، اصل اصل میذاره. دوباره احترام فضای خصوصی هم دیگه، نخوردن خوراکیایی هم از توی اخیال. ما خودش زیاد این جنسی نداریم. میگه اگه رفتار حرف هم دیگه ناراحت عصبانیتون کرد، بدون ملاحظه با آرامش به هم بگین تا دلخوری جمع نشه. مثلا خب این خیلی چیز خوبیه و خدا رو شکر ما رعایت، ما خیلی هممون دیالوگ کنیم، رعایت میکنیم. آره ما دیالوگ کنیم هستیم. واقعا میگه ما فرض مثلا یکی از یکی ناراحت بشه یا یکی یه چیزی بگه که مثلا رو مخ یکی دیگه بره بم مثلا قبولش نشه بشه، سری میگه. من میگم میگه علیرضا میگه ناراحت بشم بسود میگم. نظافت شخصی، مسواک بزنید. داشتیم موردی که پوی دهنش هم دیگر اذیت کرده، دعواش میشده. ما حداقل های انسان رو که رعایت میکنیم، مثلا لباس بپوش، مثلا با برگ نپوشون خودتو، یه چیزی که تو فرستادن اینطوریه. نظافت نوبتی، محدودیت مهمان، خرید. خرید چی؟ خرید کردن. خرید. این بود. نظافت نوبتی، محدودیت مهمان، خرید. هر شب یکی میزبان شه برای یک فیلم سینمایی. بیکاریم مثلا. باید از اول قرار مداراتون رو برای زندگی دو نفره رو بذارید به طور کلی. ما سه نفریم. یکی خیلی تو توییتر جواب جامو شامل داد. مهمون هر نفر فقط یه نفر داره که بدون اجازه اون یکی بدون هماهنگی میتونه بیاد خونه، بقیه همیشه با هماهنگی طرفین. خرید دو دسته نقل مال شخصی، نقل عمومی، نقل عمومی بدونشون رو تقسیم میشه، نقل مال شخصی سعی کرده کسی برای کسی نخره، در حقیقت ترکیبی از اثر حساب میزان رفاقت، اجازه که بدون پول بخونه میان مثلا خانه مرده به طرفین تعلق دارن و جز نقل عمومی بدون بعد خون مال محسوب میشن. هیچ منتی هیچ منتی هیچ منتی هم ندارم. رفاقت اینجا موثر. بکنم نصف فالورامون از دست بدیم. تو معمولا با یکی وارد مکالمه بشی چجوری سر صحبت رو باز میکنی؟ خب معمولا نه بخوای با طرف حرف بزنی. من صحبت نمی کنم. خب مجبور باشی صحبت کنی. مجبور باشم؟ آره. مجبورم؟ مثلا مثلا یا واقعا؟ ببین فرض کن که مجبوری. خب مثل این که مجبوریم با هم حرف بزنیم. یعنی چی مجبوریم؟ کی مجبورمون کرده؟ مجبوریم. من مجبور نیستم. سر صحبت رو باز کن بابا. قرار بود که علی نفت بهی میگم حرف بزن. خب حرف زدم. اسلحه کشیدی باز. ولی حرف زدم بابا. اینجا وضع حرف زدنه. تو زور گفتی. تو خودت گفتی مجبوری. خودت زور گفتی. من زور نگفتم. گفتی. نگفتم. گفتی. حالت نیست یارو حرف بزنه. بابا من کی زور گفتم؟ تو زوری نگفتی سر صحبتو باز کن. دوست نداری خودت بهت زور بگن. معلومه که دوست ندارم بهم زور بگن. دوست ندارم بهم زور بگن یک. دوست ندارم ازم سوء استفاده کنن دو. دوست ندارم کسی رو ما بباشه سه. خب بس برای چی خودت باز زور سر صحبتو باز کردی؟ اوکی الان تو بخوای سر صحبت باز کنی چجوری باز میکنی؟ با خیلی چیزای عادی و معمولی میگم که سلام چطوری؟ فیلم چی میبینی؟ دیگه گوش میدی؟ تو
داری زوری موضوع رو توش میکنی، زوری داری میکنی. خب میتونه که حرف نزنه طرف. خب طرف منم حرف نزد. خب من طرف حرف نزنه نمیزنم با کشتمش که بعدم زور گفتن نسبیه. یعنی چی؟ خوانم هستن که فقط مختص عمومیت خونه ها نیستن، مختص عمومیت خونه ها نیستن، مختص عموم خانه ها نیستن، خانه مختص یه چیز قانون کلی نیست که بتونی برای همه خونه ها در نظر بگیری. ما دم در خونمون 3 تا قورباغه داریم که قانون اینه که هر کدومش مربوط به یک کدوممون. هر کسی که وارد و خارج میشه یه ورش قورباغه است، یه ورش قرمز. اگر که داخل خونه باشه بعد اون قورباغه رو به سمت قورباغش برگردونه. رعایت کردن این قانون برای من مثل ایمان داشتنه به چیزی که نمیدونی، چیزی که ماه هاست تو رفاقت باش. خب دیگه تو خونه ما چه قوانینی هست؟ یک کانسپت بامزه دیگه، یک مفهومی به نام محل نظافت. یعنی اینطوری که تو آموزشی که میرین کار خاصی نیست که توی پادگان انجام بدین، برای شما محدوده رو مشخص میکنن که این میشه محل نظافتی شما و مسئولونید. ما خونه رو اینطوری بین خودمون تقسیم کردیم، دو تا اتاق و حال رو بین خودمون تقسیم کردیم و آشپزخونه، حموم و دستشویی رو هم. یه سری چیزا هم هستش که خب قانون نیست ولی خب ترجیحه. مثلا رضا وقتی آشپزی میکنه ترجیحش اینه که کسی ناخونک نزنه، نفلوک نزنه. فلوک فارسی نیسته، گیلکی. معلومه که گیلکیه. نون که وارد خونه میشه تو اعصابت خورد میشه گوشش کنده شده باشه؟ نه. خودت این عادت رو داری؟ من کلگیشه تا برسم خونه کارش گردم. من معمولا گوشه هاشو صاف میکنم، مثلا سنگک این گوشه هاش میزنه بیرون. یه قانون دیگه ای که ما داریم توی خونه، ما عادت داریم که قبل از هر وعده غذایی سر میز میشیم و همیشه قبلش پدر برامون دعا میخونه. یه عادت دیگه ای که داریم اینه که ما وقتی که میخواد قهوه بخوره خیلی سریع باقی صدا میکنیم، میگه بچه ها قهوه. بعد متاسفانه این پروسه یکم پروسه سیکل معیوبیه، جنون آوره، مشکل قلبی میاره، چون که هر کسی که قهوه بخواد باقی باش قهوه میخوره. یادتون نره که لایک کنید و سابسکرایب کنید و اگه کامنتی داشتین که به دردمون میخورد کامنت رو بذارین. ممنون ازتون. اگم که سابسکرایب کردین قبلا چک کنین که سابسکرایبی که کرده بودین نپریده باشه. دمتونم گرم. متاسفانه با این که یک بار پاسخ دادم ولی هنوز سوال میپرسن ازمون. اینکه شما چی میخواین بگین؟ که دقیقاً ما میخواییم راجب چی حرف بزنیم؟ میخواییم چی بگیم؟ ما چی؟ بحث اینه که بخوام دقیق‌تر از دفعه پیش توضیح بدم. ما صدا همخونه، مثلا ما الان شروع کردیم راجب قانونهای خونمون حرف زدیم و همینطوری سعی میکنیم راجب این اتفاقی که بینمون میفته با شما به اشتراک بذاریم. در واقع حاصل همین منازعات ما خواهد بود. ما داریم سعی میکنیم به یه سمتی بریم، نمیتونیم دقیق الان بگیم که ما فلانیم. ما داریم سعی میکنیم به سمت چیزی که دوست داریم بریم دیگه، و اون چیزی که دوست داریم اگه بود که ما نمیرفتیم بسازیم یه چیزی. ولی بخوام دقیقا توضیح بدم که ما چیم، تنها چیزی که الان بزنم بسازیم اینه که اینجا پلاک 70 و ما اومدیم که so carefully, let's start living dangerously. Time to live.